سلام به شما عزیزان در ایران و خارج از ایران. جمشید چالنگی هستم، یک بعد از ظهر واشنگتن و نیم شب تهران. چون پنجشنبه شبهای اخیر، امشب نیز همراه شما عزیزان نگاهی خواهیم داشت به خبرهایی که در رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی حکومت ایران کمرنگ منتشر میشن یا در لابلای خبرهای روز، خبرهای ظاهرا مهم روز دیده نمیشن، شنیده نمیشن و اونطور که باید مورد توجه قرار نمیگیره. یکی از خبرهای از این قبیل، خبرهایی که جلب نظر کرد دست کم برای من و مطمئنم برای بسیاری از شما، خبری هست که باز برای من یک انگیزه ای هم شد. یعنی این خبر باعث شد من برای نمیدونم چند صدومین بار مراجعه کنم به لغتنامه ده خدا، ببینم مفهومی رو که ده خدا برای یک لغت یا یک اصطلاحی آورده آیا با این رویدادی که داره میخوره، اتفاق میفته، میخوره نمیخوره، در جا میگیره، یا باید لغت جدیدی رو اختراع کرد و حتی لغتنامه اون مرد بزرگ و بیمانند رو، اون انسان بزرگ و بیمانند رو باید یه مقداری حاشیه نویسی جدید برش کرد. آدم های صاحب صلاحیت چه بود آن اصطلاح؟ این بود ملا خور شدن. این اصطلاح رو خیلی استفاده میکنیم در زندگی روزمره سالیان سال. ده خدا که من شخصا معتقد هستم کاری کمتر از فرمیگرد برای فرهنگ ایران، در توصیف و تعریف معنی این اصطلاح آورده که ملا خور شدن یعنی چیزی که از درجه مرغوبیت افتاده باشه. من نسخه ای هم گرفتم برای شما میخونم. میگه خود یادداشت ده خدا هست: میوه یا چیزی دیگر که به سبب فراوانی از آن فروخته می شود. خب چیز ارزان قیمت، چیز ارزان قیمت و نامرغوب را گویند. این حرف ده خداست. مثلا وقتی خیار و طالبی بر با قیمت گران به بازار می آید، این حالا یادداشت اضافه شده، مثلا مرحوم جمالزاده هم آمده توصیف کرده که ببینید چون ملایان که اون زمان در جامعه طبقه فهمیده و با سواد توصیف می شدن، شناخته می شدن، اینا چون درآمد مالی زیادی نداشتن، می گفتن وقتی که میوه ها هنوز نوبر گرونه، وقتی از بغلشون رد می شد دستشون نمی رسید مردم، می گفتن هنوز ملا خور شده، یعنی اونقدر قیمتش پایین نیومده که ملا هم بتونه بخره و بخوره. این تعریفی است و حتی معین که از شاگردان ده خدا بوده آمده و این تعریف رو همینطور بازتاب داده و نقد کرده و چیزایی هم بهش اضافه کرده. معین، محمد معین، شاگرد ده خدا که در اوایل انقلاب هم انقلابیون ریختن در شمال، میخواستن آرامش رو ویران کنن، اون البته اضافه کرده که معانی جدیدش هم که کنایه از سوء استفاده است، که این درست، یعنی نه اینکه اون یکی نادرست بود، اون درست بود، این درست اضافه شده معانی و مفاهیم جدید. به مرور این اصطلاح معنیش این که هر چیزی که مورد سوء استفاده قرار بگیره بهش ملا خور شده. خب از 22 بهمن ما به این ور شما عزیزان شاهد ملاخور شدن بسیاری از چیزها بودین در ایران. خیلی چیز زیر عنوان مصادره هر چی که بود، از خونه گرفته، پول گرفته، اراضی گرفته، همه چیز ملاخور شد به معنی دقیق کلمه. یعنی روحانیت، ملایان آمدند و تصاحب کردند، دست گذاشتن توی بنیادی هم درست کردن از جمله بنیاد مستضعفین و بنیادهای دیگه و از این طریق مکیدند، خوردند. ولی به تازگی اتفاقی افتاد برای من بسیار سوال برانگیز که
چه از کنم انگیزه پژوهش راجع به معده این ملایان حکومتی. این که آقای بیژن زنگنه به قول خود حضرات که شیخ الوزراء میگن ایشونو، چون ایشون از زمان ریاست جمهوری آقای خامنه ای وزیر بوده، همینطوری در دولت های مختلف تا اومده الان رسیده، بهش میگن شیخ الوزراء. ایشون به عنوان وزیر نفت آمده و گفته در دولت احمدی نژاد یک دکل نفتی مفقود شد، 100 میلیارد که قبلا گم شده بود، که البته ما طی یه برنامه مقدمتا 500 تومنشو پیدا کردیم که پیش آقای علیرضا رضایی است و بقیه هم بنده مشکوک که زیر کارتون این کارتون خوابا است در ایران، عوامل استکبار جهانی کارتون خوابا. ولی دکل نفتی چطور مفقود میشه، چطور ملاخور میشه، این چه معده ایست که میتونه یک دکل نفتی 70-80 میلیون دلاری رو مفقود کنه، یعنی ببله، حذف کنه و احتمالا طبق شرعیات مکتوب در رساله آیات عظام و علمای اعلام اون چشم که هست از دفع کنن. دکل نفتی یک چیزی نیست که تو جیب جا بگیره یا مثلا بشه منتقل کرد با یک نوشتن یک چک یا چیزی، این کارهای رایجی که انجام میشه در جمهوری اسلامی. یک دکل نفتی نه اینقدر خیلی بزرگتر. من نمونه هایی از دکل های نفتی اولیه به شما نشون میدم در شهر ما. اولین دکل نفتی در ایران در مسجد سلیمان دکلی است که الان به شکل بستن اطرافشو و سالیان سال از زمان بچگی ما دیگه به قول معروف حیز انتفاع افتاد، مفقودم نشد، همونجا هست. ما اون زمان که بچه بودیم 200-300 متری هم شاید کمتر از خونه ما بود، بین منزل های شرکت نفتی و این دکل یک دره بیشتر نبود. بچه های نمره یک یادشونه، بچه های مسجد سلیمان هم خود میدونن همه. ما جز بچه های بازی های زمستونی بهاری بود میرفتیم گاهی از این دکل بالا، یکی از این بچه هایی که میبینید ایام کودکی ماست و هیچ وقت هم این دکل رو قصد مفقود شدنشون نداشتیم منتقل کنیم جایی، یا بعد از ما نسل های بعد از ما هنوز هم این دکل سر جای خودش هست، این دکل نفت. خب چطور میشه دک حکومت ملایان، مرحوم دهخدا روانش شاد، مرحوم معین همینطور و جمالزاده و بقیه که بیایند و ببینند که مفقود شدن یک دکل در جمهوری اسلامی حالا ملاخور شدن رو چطور تعریف میکنند، تعریف جدیدی برای ملاخور شدن دیگه. نهایتا مرحوم معین آمده و گفته که این کنایه از به اصطلاح سوء استفاده است. این دیگه نمیدونم میشه گفت سوء استفاده، این دیگه عین استفاده است، کل دکل دیگه استفاده است، چون سنا که بابتش پول ندادن که پول مال همین کارتون خواب هایی است که بنده همچنان بهشون مشکوک البته هستم و بقیه. به هر حال مفقود شدن این دکل و اونم آقای زنگنه که اظهار تعجب کرده، یعنی اگر علی عزیز کارگردان فنی برنامه ما بود یا قدرت گرامی مسئول تدارکات برنامه بود میومد و تعجب می آقا مگه می شکم این که تعجب کرد یک دکل مفقود بشه، چون خبر نداره. ولی شیخ الوزراء شما تو مملکت چه کاره بود، یا آقای رفسنجانی چه کاره است، یا خود آقای ولی فقیه مگه مسئول محافظت از دکل مؤمنین و مؤمنات نیست؟ دکل مؤمنین و مؤمنات، دکل بیت المال چون مفقود میشه، مردم چه قضاوتی باید بکنن راجع به حاکم کشورش که فعلا شمایید؟ وقتی دکل امت امنیت نداشته باشه، هر آن در معرض مفقود شدن باشه، هر آن در معرض سوء استفاده باشه، چه کسی مسئول هست؟ چه کسی مسئول دکل بیت المال هست؟ آیا این امتی که
فردا جمعه میرن به نماز جمعه، خبر دارن که دکلشون مفقود شده. آیا رسانه های دولتی مطرح میکنن که چه کسانی در مفقود شدن، گم شدن دکل مؤمنین دخیل بودن، دست داشتن؟ این همه سوالایی است که باید پاسخ داده بشه اگر مایل هستن. من چون رهبر حکومت ایران خب خودش رو جز در برابر خداوند که پاسخگو نمیدون، ولی بقیه ما این شیخ الوزرا چرا یک سر نخی از مفقود شدن این که چه کسانی دکل مؤمنین و مؤمنات رو، چه کسانی دکل بیت المال رو مفقود کردن رو بودن؟ این دکل که چیزی نیستش که گفتم، اینقدر که نیست که، یا میوه ارزان شده نیست که فوری ایده بشه. نمونه شو دیدی، نمونه های اولیش اونم 70-80 میلیون دلار به گفته آقای زنگل. به هر حال امیدواریم هر چه زودتر این دکل به جایی که باید بازگردونده بشه. از کجا خریده شد، به کجا رفته، چجور میشه یک دکر رو پنهان کرد، چجور میشه زیر عبا جاش داد، اینا همه پرسش هایی شاید نیمه شرعی هم باشه. به عنوان مسئلتون از اما پرسید که وقتی یک دکل پنهان میشه تکلیف شرعی مؤمنین چیه؟ وقتی دکل امت اسلامی در میونه راه سر به نیست میشه و معلوم نیست سر از کجا در آورده، تکلیف شرعی مؤمنین چیه؟ این رو باید پرسید. جواب شرعی، سیاسی، هر چه که هست باید، و اقتصادیش رو باید مسئول هستن، فکر میکنم باید بدن. و به هر حال خود مؤمنین هم میتونن پیگیر باشن. البته این یکی دوتا نیست، این کاسه‌کوزه‌هایی که بر سر دولت احمدی نژاد شکسته میشه خبرهای بیشتری هم داره. یکی دیگه از خبرها اینه که خبر از سرقت اول، یک خبرش هستش که 126 تن چای از انبارهای کشور سرقت شده. یک خبر دیگهش تنظیم گفته بود، من دیگه این ندای ایرانیان و بقیه ها که 126 هزار تن هست. ما به پایین ترین رقم اکتفا میکنیم، همون 26 تن. یعنی 126 تن چای، خب یه پخت و دو پخت که نیست که. اون 126 هزار تن تقریبا مساوی با چای تولیدی سیلان یا جای دیگه، ولی 126 تن رو فرض میکنیم. خب این چطور میشه 126 تن چای صد بره؟ همین حداقل، حالا رقم مهمی نیست در برابر سرقت های دیگه. و بعد این سرقت صداش امروز در بیاد. مولوی شعر داره، یک قصیده ای که میگه که طرفی داشت نگاه میکرد، دید که نیمه شب بود، کسانی دارن دزدی داره اون ور کوچه، داره دیوار همسایهش رو سوراخ میکنه، همسایه این بابا رو که به قصد دزدی وارد بشه. گفت آقا داری چه کار میکنی؟ حالا این مولوی به شعر میگه، گفت هیچی، دارم دهل میزنم. گفت پس صداش کو؟ دهل میزنی که صداش در نمیاد. گفت صداش فردا در میاد. مثل بسیاری از اشعار نغز مولوی جالب و خواندنی. حالا اینی که دکل مفقود بشه یا 126 هزار یا 126 تن چای دزدیده بشه، قاعدتا باید صداش فردا، نه پس فردا، نه دو روز بعد، نه یه هفته بعد، نه چندین ماه بعد، دو سال بعد در بیاد. و همینطور پشت سر هم، پشت سر هم هر روز چیز تازه با 100 میلیارد دلار مفقود شد. شما فکر کنین امت همیشه در صحنه و طبعا حیران، گاهی وقتا به قول نکته سنجی، هم دکلش مفقود بشه، هم پول تو جیبیش، همین 100 میلیارد دلار هم از بین بره، از این امت دیگه چه خواهد موند در صحنه؟ به هر حال این 126
6 تن چای یا 126 هزار تن چای، هر دو رقم رو من میگم، سر به نیست شده. چگونه؟ حالا اخباری میاد توضیح میدن که چطور شد. و جالب این هست که در این خبرها، در این خبرها هر وقت اسمی هم مطرح میشه، چون در گروه های مرتبط هستن، مثل ظروف مرتبطه بود ما در فیزیک میخوندیم، در زمان ما میخوندن، حالا دیگه نمیدونم بعد از ما دیگه این ظروف همچنان مرتبطه هستن یا نیستن ولی در حکومت ایران ظاهرا مرتبطه هستن، همه چی با هم، چای و دکل و دلار و پوند و همه رقم ارز و ارزاق و همه چیز. اینه که اسامی همدیگه رو با حرف اول اسم فامیل و اینها میگن، مثلا اگه کسی سرقت بزرگ کرده و اینها به اسم، بله متهم به اسم ر یا دال یا همچی چیز. حالا میگم دیگه این یکی دوتا که نیست که، این در این ظروف مرتبطه. یک خبر دیگه هستش که باند و برج مراقبت فرودگاه قشم رو یک جا فروخت. حالا اون فرودگاه مدتی است کار نمیکنه، بله، ولی شما باند یک فرودگاه رو بتونید بفروشید و بعد برج مراقبت فرودگاه رو هم بفروشید، یعنی یک فرودگاه به هر حال در جزیره قشم جز قلمرو ایران. اینی که ما صبح تا شب میگیم ابو موسی تنب بزرگ تنب کوچک متعلق به ایران هست که هست، و قشم که به بی تردید و همه این نیست که فقط همین حرف رو بزنیم. بالاخره آب و آبادانی میخوان مردمی که اونجا زندگی میکنن، یا محافظت میخواد. شما فروش، فرودگاه قشم رو، برج مراقبت و باندش رو فروخت و بعد هیچ خبری نیست که کی این کار کرده کی این کار نکرده. گفتن اطراف اون فرودگاه بین هکتاری زمین هاشون 800 تا 1,000,000 تومان فروخته می شد، بله، حال اون که متری، ببخشید اینجا این متر هم زمینه متری 80 تومان فروخت. همینه، بین خودمون هستیم دیگه، به هر حال بده بستونه دیگه. این فرودگاه قشم شما بگیریم، یه دکل از اون بر بر می داریم میریم، یه رو به یه رو می شیم. این بسند 126 تون یا 126 هزار چای هست، اون هم یه کارش می کنیم، فعلا از انبار بیرون می بریم، بعد با هم دیگه میشیم چای قند پهلو میخوریم یا هر چیز دیگه. خب ببینید، این یه قلم در زمان گذشته پیش از انقلاب دوره ای یک اتفاقی افتاد، این که یک آقای به اسم مهدی بلیق، من این آقای مهدی بلیق رو یک بار به مناسبتی با یه سری دوستان بودن دیدن، در زمانی که دیگه دست از کار این چون کارا برداشتم، ایشون اومده بود کاخ دادگستری کسانی، البته ما بچه بودیم اینو تو مطبوعات خونده، دهه اواخر دهه 30 بود یا اوائل دهه 1340 41 یمشه، کاخ وزارت دادگستری ایران رو که در نزدیکی پارک شهر هست به یک شرکت آلمانی فروخته بود. چه ترفندهایی به کار برده بود، چه کارهایی کرده بود، ها؟ و بعد وقتی شرکت آلمانی اومد و این کاخ رو، ساختمون رو که در تهران خرید، همه کارش ظاهر قانونی بود، آمد و این کاخ به اصطلاح این ساختمون رو بخره، تحویل بگیره اون شرکت آلمانی چون لازم داشتن، گفتن ها ساختمون صاحب داره، این وزارت دادگستری ایران هست و کی به شما اینو فروخته؟ نشون همه اسناد مدارک وکلای اون شرکت آمدن و بعد بهرحال آقای مهدی بلیغ رو گرفتن و کلاهبرداری و غرامت ها پرداخت شد، پولا گرفته شد، هر چی. بعد ها این آقای مهدی بلیغ که در سن بالا من دیده بودم ایشون، سنشون بالا بود، با دوستانی بود، منم تصادفا در یه محفلی بودم سالهای 53 من ایشون 53-54، مرد بسیار خوش چهره و خوش لباس و بسیارم شیک، موهای جوگندمی هم اون موقع داشت.
ایشون بعدها بعد از اینکه از زندان آزاد شد کار ای کرده بود که با دربار مربوط بود، تقلبی کرده بود که سوء استفاده از چکهای دربار یا هر چکه بود. این داستان جزئیاتش مفصل هست. بعد معروف هست که پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی شایعه بود، راست بود، هر چی که بود، ایشونو خواسته و بهش گفته شما چرا این کار رو کرد، چی هست؟ تشخیص دادن مثلا یک نبوغ این بالاخره داره در یک کاری. به هر حال حرفای زد و به هر حال ایشون عف شد، بخشیده شد، هرچی. و گفتن خب چه میخوای که دست از این کارا برداری؟ یه شرکتی تأسیس کرد و مشغول کارهای دیگه شد تا آخر عمرش. یکی از اتفاقاتی که افتاد بعد از انقلاب، من درست یادمه در میدون حسن آباد کاری داشتم، در اونجا روزنامه های لابلای اعدام هایی که میکردن، لابلای اعدام هایی که فت و فراون از پشتبان مدرسه علوی آغاز شد و همینطور هنوز اعدام داشت، مثلا 7-8 ماهی بود بعد از انقلاب، روزنامه عصر رو من دیدم، همین کیهانی که بود که همچنان در دست توده ها و حزب توده بود و همینطور روزنامه اطلاعات رو، صفحه اولش نوشته بود مهدی بلیغ کلاهبردار معروف تیرباران شد یا اعدام شد. حالا زمانی این خبر مهدی بلیغ رو کسی زیاد دیگه نمیشناخت، میگم سالها بود دیگه دست برداشت بود. من سال 53 دیده بودم، این چندین سال بود داشت کار تجارت میکرد. برای من خیلی تحرانگیز بود مهدی بلیغ رو چرا، بقیه هم نباید اعدام میشدن، ولی دیگه انگیزه دلیل و اینا. باز میگم نکته سنجی همون موقع میگو آقا جان بسیار روشنه، اینها مهدی بلیغ هم میترسن، برای اینکه خودشون آغاز کردن چون این کارهایی رو و دیدن مهدی بلیغ هم که به هر حال روانش شاد باد، این ممکنه باز دوباره شروع کنه و رقیب اونها بشه. ولی مهدی بلیغ کجا؟ گم شدن یک دکل مؤمنین و مؤمنات و بیت المال کجا؟ گم شدن 100 میلیارد دلار کجا؟ و و و و بسیاری از ملاخر شدنهایی که شما شاهد بودید. و به همین معنی هست که من فکر میکنم اگر از رهروان فرهنگی دهخدا و محمد معین و جمالزاده کسانی هنوز هستند، نه این فرهنگستانی که حداد عادل و امثال هم مسئولش هستند، انسان های جایگزین ناپذیری مثل ایرج افشار که رفتند و بقیه و خانلری و بقیه، من هر کدومشون از باقی ماندگانشون اگر هستند که سالم و تندرست باشند، من فکر میکنم پیشنهادش که در زیر اصطلاح ملاخور شدن تعریف جدیدی رو باید اضافه کنه با توجه به اون 95 میلیارد دلار زیر نگین آیت الله خمینی به عنوان حمایت مستضعفین و این و آن و چه و چه به جای خود، که قطعا الان به مراتب بیشتر است. همین با توجه به همین یه دونه دکل، همین یه دکل مفقود شدن یک دکل خودش ایجاب میکنه در تعریف ملاخور شدن باید ما تجدید نظر کنیم یا اضافاتی برای بیافزاییم. بگیریم خبرهای دیگه هست، چقدر در پی دستگیری امام زمان هست به روایت آقای محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد. تا لحظاتی دیگر. این گفتن نداره، بارها من اشاره کردم در برنامه های مختلف تفسیر خبر، خود شما قطعا بهتر از من میدونید که
الان زمانه ای شده که تمام کاسه کوزه های ندانم کاری ها، دزدی ها، دکل مفقود شدن ها و بقیه همه این مسائلی که هست از روز اول 23 بهمن ماه 57 تا امروز تا قبل از آمدن حجت الاسلام روحانی و از سر احمدی نژاد و این 8 ساله احمدی نژاد شکسته بشه. گویی در این 8 سال کسان دیگه این نبودن، یا پیش از حتی 8 سال در جریان انتخابات شما عزیزان نبودید، انگار شما نبودید که میگوتین بابا اینو ما انتخاب نکردیم، ما به کسان دیگه رأی دادیم. الان چنان گوی سبقت در احمدی نژاد کوبی در دایره حکومت ایران به اصطلاح در صدد هستن از همدیگه برو باین گوی سبقت رو که گفتنی نیست. حتی آقای هاشمی رفسنجانی حجت الاسلام آیت الله هرچه که هست، هاشمی رفسنجانی ایشون که اصلا گفته در 8 سال احمدی جان کشور به هاری دوچار شده بود، یه نوع هاری یا هر چی کرد. شما حداقل ایران که مهم نیست، مردم ایران که اصلا مهم نیستن، شما رئیس منجمن تشخیص مصلحت نظام بودید، نه رئیس تشخیص مصلحت مردم یا کشور ایران. این عنوان رسمی شما این هست. این چه جور رئیس تشخیص مصلحت نظام هست که به قول خود شما 8 سال یه بابای بغل دستتون در جای همون صندلی که شما می نشستید 8 سال آمده و چون کارهایی کرده مملکت رو به هاری دوچار کرده. حالا من نمیدونم آقای رفسنجانی رو آقای احمدی نژاد گاز گرفته چون این استنباطی کرده، چون تنها کسی که در حکومت ایران گاز گرفته کس دیگه ای رو فکر میکنم محسنی اژه‌ای بود اگر اشتباه نکنم. به هر حال آقای رفسنجانی چون این حرف زده، بقیه و کاسه کوزه ها رو بر سر احمدی نژاد شکندن، پوششی ساختن از این یکی احمدی نژاد برای تمام ندانمکاری ها، تمام این که از 23 بهمن ما تا به امروز مستولی شده بر ایران. خب این نه به خاطر این از که دفاع از کارها و اقدامات احمدی نژاد هست، خیر ابدا، به خاطر اینکه دید درستی نیست، یک نوع منحرف کردن افکار عمومی از واقعیات هست، از علت ها هست، از اینکه توجه به اینکه چه شرایطی به تولید احمدی نژاد ها منجر میشه، چه شرایطی به تولید رفسنجانی ها منجر میشه، تولید بقیه. احمدی نژاد از کجا آمد؟ از زیر عبای ولایت آمد. خود آقای خامنه ای باز شما در جریان هستید که چه گفت در حمایت از آقای احمدی نژاد. حتی در دوره اول ایشون مورد محبت بسیاری از هنرمندان هم بود، از جمله آقای عباس کیارستمی که خود همین آقای رفسنجانی رقیب احمدی نژاد یادمون نمیره، آقای عباس کیارستمی هم از دوستداران آقای احمدی نژاد بود. جمله ای گفت که هرچند شما را دوست دارم اما دلم با دیگری است، چیزی شبیه این و کسان بسیار دیگه. خب البته اون بحث دیگه است، دل با کسی دیگه ای بودن برتر از دوست داشتن در جای دیگری است، ولی خب احمد نژادم دوست داشت آقای کیارستمی. حق ایشون هست هر کسی دوست داشته باشه، حق ایشون هست دل به هر کسی بسپره، حق همه هست هر دل سپردن و دل گرفتن، این حق همه هست حتی آقای کیارستمی. به هر حال این موضوع یک بحثه که کاسه کوزه رو بر سر احمد نژاد شکندن، بحث دیگه این هستش که این بلا نسبت شما آقای رئیس جمهور پیشین همچنان ادامه میدید صحبتهایی رو که پیشتر و پیشتر گفته بود انجام داد،
یکی از صحبت‌های درخشان این که اخیراً آمده و گفته که غرب در صدد دستگیری امام زمان است. حرفی است. علمای اعلام وظیفه دارن مورد توجه قرار بدن. همیشه حرفای هست تعجب برانگیز در به همین دلیل مورد توجه قرار میگیره از بابت بی ربطیشون، ولی بعضی وقتا هم درسته. لابد این بابا خبری داره از جای دیگه. گفتم بلا نسبت شما اینم مثل رفسنجانی 8 سال رئیس جمهور کشور ایران بوده، بر اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی و همه اینا حکومت میکرد. آمده و گفته که غرب آمده در پی این هستش که اطلاعات داره جمع میکنه و میخواد عرض کنم خدمتون خودش جریان صفیانی را بندازه. میگه من اطلاعاتی داریم که میخواد یه جریان ابو صفیان، این جریان صفیانی که در اسلام معروف هست، ابو صفیان و که بعد فرزندانش اومدن حکومت کردن، میگه غرب میخواد این کار رو کنه. ما خودمون هم اینجا شاهد هستیم که گاهی وقتا یه سری میان میرن کم شباهت به ابو صفیان و بقیه اعوان انصارش نیستن، در همین واشنگتن شاید هم همون منظورشون همین ناس دیگه، و در اروپا هم هست نمونه های ابو سفیان. عرض کنم خدمت شما آقای احمدی نژاد گفته که دانشگاه غربی آمدن تماس گرفتن با کسانی که مشکوک هستن یا معروف هستن یا مشهور به اینکه با امام زمان در ارتباط هستن، اونا رو تخلیه اطلاعاتی کردن و به شدت دنبال این هستن که امام زمان رو دستگیر کنن. درست؟ جوان ایرانی وقتی آمده و گفته که یونس اندر دهان ماهی نشد، این جوان رو آمدن و گرفتن و اعدام کردن. اما این بر نسبت شما آمده رئیس جمهور آمده و گفته که بله داعش رو هم، اسم داعش رو هم طوری انتخاب کردن که به کلمه شیعه نزدیک باشد، برای اینکه مردم توجهشون به شیعه جلب نشه. بعد هم مثال زده که مثلا در آمریکای لاتین وقتی که میگن داعش و یادشون میفتید این شبیه شیعه است، منظور شیعه است. شما فکر کنید تو مکزیک و نمیدونم پرو و کولومبیا و برزیل و اون طرف ها مثلا یادم اون نشسته یو داعش، فکر کنید شیعه است. ببینید غرب چه کارهایی میکنه که یارو مثلا خوزه مانوئلا مثلا در مکزیک یهو تا شنید داعشش گفته شیعه و علیه شیعه کارایی بکنه یا ضد شیعه بشه یا متنفر بشه، هر چیز. تفکر این هست و چون این آدمی به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره. حرف من تماما این هستش که این آقای احمدی نژاد حرفایی میزنه حرفستان، خب بی خود نیست. وقتی کسی که در سازمان ملل بغل وقتی میاد و حاله نور رو دور سر خودش میبینه و قسم میخوره و اطرافیانش از قبیل مشایی و الباقی و مخلفات ایشون، چون هر کدوم از گردندگان جمهوری اسلامی مخلفات ویژه خود شده، یعنی مثلا رفسنجانی مخلفات ویژه خود شده، یه مقدار ترتمیزتر از مخلفات احمدی نژاد. رفسنجانی اون یکی، باز آقای حسن روحانی، همینطور هر کدوم یه مخلفاتی دارن. مخلفات ایشون هم آقای احمدی نژاد مخلفات چون آقای مشایی و بقایی و بقیه هستن دیگه، و بعضی ها میگن ایشون خودش اصلا جز مخلفات آقای مشایی هست. اون بماند. اینی که غرب آمده و کلمه داعش رو درست کرده که به گوش شبیه شیعه بیاد، باز من یاد اون زمان مشروطه میندازه که به نقل از درسای کسروی من بهش اشاره میکنم که احمد کسروی اندیشمند بزرگ ایران، جامعه شناس بزرگ ایران، هیچ کدوم از اینا رو البته مدعی نبود خودش، ولی واقعا در عمل بود و تاریخ کم مانند ما تا در زمینه معاصر برحال و بیش از همه متفکر، متفکر ایران. ایشون در اشاره میکنه که در زمان مشروطه وقتی تجدد طلبان آمدند و وارد عرصه شدند و خواستند قدرت شاه رو محدود کنند، در نتیجه روحانیت هم مخالف بود با اونها،
مثل شیخ فضل الله نوری و مخلفات شیخ فضل الله و بسیاری از داروخونشی ها که بودن، دوای جدیدی هم آورده بودن به اسم سولفات دو پوتاس، چه اسمی داشت سولفات دو پوتاس، میفروختن برای گلاب بروتون، کسی اسهال داشت استفاده میکرد. خب این ملایان، چون ملایان به دو دوره تقسیم میشن، قبل از مفقود شدن دکل، بعد از دکل مفقود شدن دکل، دو جور ملا داره، یعنی دو طبقه هست، یعنی دو تاریخ هست، یه منبع تاریخی رو بذاریم همین دکل، مفقود شدن دکل. اینهایی که مخالف این تجدد طلبا، نو آورها بودن یا هر چی بود، اینها حد خب میدونستن اون داروخانچی ها، نمونه شو در از این نو داروخانچی که اشاره میکنیم، یه نمونه شو فرض بفرمایید در دایجان ناپل اون نقشش رو آقای کریمی، نصرت الله کریمی، بازیگر بسیار ارزشمند ایرانی بازی میکنه، اون داروخانه دارن یه همچین تیپی. ملایان میرفتن بر منبر به مؤمنین و مؤمناتی که پای منبر بودن، البته جدا از هم، میگفتن که آه این تجدد طلبا و نظرات فکرا میخوان مردم از دین به در کنن، مثل همین آقای احمدی نژاد دایش ساختن برای اینکه شیعه رو چیز کنن. میدونین چه آوردن در داروخانهشون میفروشن به جای حاج من یزی؟ سولفات دو پوتاس. و میدونین سولفات دو پوتاس یعنی چی؟ یعنی خدا دو تاست، دارن کفر رو رواج میدن. این حرفی که آقای احمدی نژاد، سولفات دو پوتاس یعنی خدا دو تاست به گفته اونها. و خب اونا امت پای منبر برای چی نشسته؟ برای اینکه به هر حال خونش به جوش بیاد، یک اقدامی بکنه خداپسندانه به روایت ملای بر، یا خداپسندانه که نه، و این ملا هم که بالا میبینه واسطه این امت و خداوند دیگه، این بابا اگه به پسنده طبعا خداوند خواهد پسندید و بالاخره بر سر و صورت خودش میکوبید و حمله به داروخانه، و داروخانه 5 دقیقه بعد تمام آن چه که داشت وسط خیام. آقای احمدی نژاد هم چنین میگوید، اینی که غرب میخواد امام زمان رو دستگیر کنه یک سوال بسیار بزرگی به وجود میاره، خیلی بزرگ، نه به اندازه دکل مفقود شده، که چرا؟ و بعد این دانشمندان ایرانی رو و افرادی رو که با امام زمان در تماس بودن بردن و تخلیه اطلاعاتی کردن. یکی از این ملایان آمده بود و گفته بود که امام زمان یک زن تهرانی داره، همسر تهرانی داره، به نقل از آیت الله بهجت گفته بودن که این می اومده می رفته امام زمان، و بعد اون کسی بوده که امام زمان شناس بوده، یک روز جلو اون صاحبخونه رو میگیره که این آقا کی هست، و میگه نه بسیار انسان خوبی است و فلان است و اینها، و داماد ما هست. ولی این امام زمان شناس به صاحبخونه میگه داماد شما امام زمانه. یعنی این آقا اینها رو من نمیدونم، حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم، باید بیان بقیه کسانی که در این زمینه تخصص دارن بگن آیا اهانت به اعتقادات شیعه نیست؟ آن جوان ایرانی که میگه جونس اندر دهان ماهی نشد اعدام میشه، امام زمان همسر تهرانی داره، امام زمان رو غرب میخواد دستگیر کنه وسط این همه شلوغ پلوغی و گرفتاری که غرب داره، اینجا این اوباما صبح تا شب باید جوابگوی، عرض کنم خدمتتون، انتقادات کوبنده ای باشه که این بر اون بر در کنگره و سنا و مطبوعات و تلویزیون ها هست و بقیه مسئولات، و بعد اینها امام زمان رو دستگیر کنن که برای چی؟ که چه کنن؟ اگر حرف آقای احمدی نژاد هم درست هست و امام زمان رو اگر بشود دستگیر کرد، اگر بشود، مگر دستگیر شدنی است بر اساس اعتقادات شیعه؟ خب اینو که
اگر چنین هم امکان پذیر باشه، خب یک مشکل بر مشکلات دیگه غرب افزوده خواهد شد. این شما آقای احمدی نژاد فکر میکنی غرب امام زمان دستگیر کنه، شما شیعه ساکت میشینید؟ شما ممکن ساکت بشین، ولی آقای مشایی چی؟ اون یکی بابا شیخ حسن نصرالله که یه مقدار از این پولهای مفقود شده احتمالاً به اونجاها میرسه، هرچند که این پولهایی که به حزب الله داده میشه جدای از پولهای مفقود شده، اینا که ساکت نمیشینه. نه امام، خیالتون راحت بشه، امام غرب به هیچ وجه من فکر میکنم دنبال این باشه که امام زمان رو بخواد دستگیر کنه. و بعد شما چیزی رو که نکته رو که آقای احمدی نژاد این بلا نسبت رئیس جمهوری ایران در 8 سال، مثل اون یکی آقای رفسنجانی یا بقیه نیومده که توضیح نداده که اساسا امام زمان در دسترس هست یا نیست. یعنی میشه امام زمان رو مستقیم دید، دستگیر کرد، مثلا آمریکایی‌ها مأمور FBI اگه بخوان بفرستن یا جیمز باندی کسی رو، چه کار میتونن بکنن همچی چیزی؟ و وقتی وارد این مقولات شده آقای احمدی نژاد، من نمیدونم چه پاسخی باید بگیری یا میتونه بگیره از طرف علمای اعلام و آیات اذان. و یکی از همین آیات اعظامی که هست، یا میخوان این لقب آیت اللهی رو به زور دگنک بر عمامی او سوار کنن، این یکی از همین لاریجانی هاست، آملی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، که آمدن برای اینکه بگن نه خیر، ما همه جای این دستگاه رو لاریجانی پر نکرده و پر از لاریجانی نیست، یک آملی به این پیشوندش هست. بله، پیشوند لاریجانی هست، پسوندش هم معمولا پسوندش میشه لاریجانی، پیشوندش یا هر چی که هست میشه آملی، اسمش هم که صادق. بهران این آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی حکومت هست که میدونید. یک بار من اشاره کردم در جمهوری اسلامی مرتب گزارش داده میشه مسئولان، و به عنوان رکوردهای جدید انگار که باعث افتخار هست که مثلا بیان و رکورد جدیدی رو بگن، بگن مثلا ایران در زمینه کشورهایی که مثلا از نظر پیشرفت علمی بین 180 کشور، مثلا اگر یک پیشرفت علمی اون 180 عقب افتاده ترین، ایران به رقم 159 رسیده. یعنی این مثل که مثلا افتخاری، چون مثلا این سال گذشته در مقام 157 بوده، امسال 159 شده، یعنی 2 درجه هم رفته پایین تر، مثل این افتخار. یا بقیه چیزا، ایران در ردیف فلان هست، یا یعنی مثلا بیماری پیامدهای گرد و غبار خوزستان باعث چنین بیماری هایی می شود، از این صحبت همش به عنوان خبر هست. این بابا هم آمده و گفته که 15 میلیون پرونده در سال 93 وارد دستگاه قضایی شده، 15 میلیون پرونده فقط در یک سال، قبلش هم بوده که رسیدگی نشده، اینا پرونده های جدید هست. یعنی شما میبینید که تقسیم میکنید، پرونده های دیگه هم که وجود داره، اینا رو همه رو وقتی که شما جمع بزنید میبینین هر ایرانی بالاخره یه پرونده ای داره در دادگستری، حالا هم از شکایت یا علیه شکایت شده، و این هم خب به هر حال از وجوه عدالت در جمهوری اسلامی هست که هیچ ایرانی محروم نیست. خلاصه یه پرونده در دادگستری دستگاه قضایی جمهوری اسلامی داره. این جدا از پرونده های سازمان های اطلاعاتی امنیتی ریز و درشتی است که در همه جا هست، از پاسداران برای خودش یه جور سازمان امنیتی داره و وزارت اطلاعات یه جور، همه هر کی برای خودش داره، این جزونه.
این یک خبره. و خبر دیگه حتما شنیدید که 50% به اصطلاح افزایش 50% آتش سوزی جنگل ها در استان گلستان، درست؟ و بعد اومدن باز مسئولان خبر دادن، به عنوان روزنامه نگار عمل کردن، گفتن که بازسازی این جنگل های آتش گرفته حدود 500 سال طول میکشه. یعنی من فکر میکنم از نسل های کنونی ایرانی های موجود فقط تنها کسی که به اون زمان برسه، بر اساس شوخی های جوان های نازنین روی فیسبوک ها میگه، فقط تنها کسی که تا اون زمان میتون شاهد دوباره رویدن این جنگل های گلستان باشه آیت الله جنتی باشه، وگرنه کسی دیگه نخواهد. حالا اون به جای خود در همین گلستانی که 50% افزایش پیدا کرده، افزایش پیدا کرده، شوخی نیست، پارسی مقدار بوده امسال بیشتر شده، آمدن و گفتن که رسیدگی بیش از 2000 پرونده زمینخواری در گلستان در جریان هست. خبر رو شما میخونید و میخونید و همینطوری به عنوان خبره، ولی 2000 پرونده زمینخواری در گلستان های مرتبط نیست با این آتش سوزی. یا آتش سوزی میشه زمین ها مسطح میشه، 500 سال هم طول میکشه. ما یه سری مورچه خار داریم، یه انواع و اقسام خار داریم، دکل خار داریم، چای خار داریم، دلار خار داریم، یورو خار داریم، پوند خار داریم، انواع و اقسام داریم. زمین خار که دیگه سابقه دیرینه داره در کشور ما. آتیش میگیره 500 سال طول میکشه بازسازی، این زمین خارا بلا فاصله خب میرن دیگه، کارشون زمین نخورن از گشنگی احتمالا از دار دنیا خواهند رفت. زمین خواهه میره بلام زمین پیدا شد خب میره، شما خود شما گرسنتون باشه یا هرچی یه در باز میکنین یه سفره یه میز غذایی است و آماده است. حالت زمین خواهرم نسبت به زمینی که بایر هست یا فوری بایر میشه یا آماده است همین زمین بلا فاصله، محضردارش هم محضردار. یک دو بلا فاصله محضردارش هم که در واقع جز مخلفات زمینخوارها هستن در حال حاضر، برخلاف گذشته نه چندان دور که ایران پر از محضردارهای شریفی هم بود، رام میرن میرن زمین است، باید خورده بشه بالا کشیده بشه. اینی که رسیدگی به بیش 2000 پرونده زمینخواری در گلستان آمده که به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان رسیدگی شده. البته این رئیس کل دادگستری گلستان گفته اراضی ملی که دیگه یک مقدار زیاد شوخی هست، چون اگر یادتون باشه قبل از انقلاب در ایران بر اساس آنچه که انقلاب سفید بود در زمان محمد رضا شاه پهلوی در همون اوایل دهه 40 که با مخالفت همین روحانیون مالکان روبرو شد، آزادی حق رأی زنان بود درش و بسیاری دیگه، یکی هم بعدن مواد تقسیم اراضی بود بین کشاورزان، همه اینا مورد مخالفت روحانیون بود، مورد مخالفت بسیاری قرار گرفت. بخاطر نه به زنان نباید حق رأی داد، سخنرانی ها خمینی هست حق نداره، این خلاف اسلام، این بی‌ناموسی است، و زمین ها رو هم نباید به کشاورزان داشت، این هم خلاف شرع است و از این حرف. ولی برای به تدریج انقلاب سفید در برگیرنده این هم شد که اراض به اصطلاح منابع ملی، بسیاری از زمین ها اراضی کشور جز منابع ملی حفاظت شده در اومدن و حق تصرف درش رو کسی نداشت، و منابع طبیعی مثل آب، مثل رودخونه ها، مثل جایی، به هر حال به نظر این بود که این همه اینها با مسائل زمینخوارهای بعدی زیاد جور در نمی اومد، یا زمینخوارهای همون موقع بزرگ مالکان. این هست
50 و بیش از 2000 پرنده زمینخواری در گلستان. بنابراین حالا اینا به کجا میرسه به کجا نمیرسه، هیچ اشاره چیزی به این نکته نشده، فقط در حال رسیدگی است، در حال رسیدگی است و روزی روزگاری روشن خواهد شد که هر حال یا نخواهد شد، من نمیدونم که این زمینخوارا کی هستن، کجا هستن، از چه نیرویی برخوردارن، به چه کسانی وابسته هستن. بله، ایشون ضمناً یکی از رئیس دادگستری گلستان هم گفته در از پنج به اصطلاح قریب به 60 میلیون نفر در سال در این دستگاه، یعنی دستگاه قضایی رفت و آمد داره. 60 میلیون نفر فقط میرن در دستگاه قضایی برای تفریح، میرن کاری که ندارن، که میرن اونجا یه نسیم عدالت حکومت فقیهشون بخوره، یه خودی سرحال بشن و برگردن، هدف دیگه ای که ندارن، که نه اینکه با مشکل امت حزب الله که با زمینخوار و دکلخوار و دلارخوار و اینا یه مشکلی نداره. این 60 میلیون هم که میرن گفتم دستگاه قضایی، یه نوع تفریح، یه نوع خوشگذرونی، یه نوع به هر حال بهرمند شدن نسیم دلنشین و دلانگیز عدالت در جمهوری اسلامی هست. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با این امید که روزی هر آنچه که در زیر عبای حکومت فقیه در ایران هست به صاحبان اصلیش برگردونده بشه، پس داده بشه، از دکلهای نفتی گرفته تا دلارهای مفقود شده تا هر چه که هست، منابع طبیعی ایران، همه اینها به صاحبان اصلیش که همین بچه های نازنین هستند که در کوچه و خیابان سرگردان و بی آینده است. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوهساران دراگ، دنا، الوند، کوه و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.